سلام با شما، با خبر شش از سلو و طلو نیوز خوش آمدید. امروز یک شنبه پنجم جدی سال 1400 هجری خورشیدی است. سرخط خبرها: متهم شدن امریکا به مداخله در سیاست و اقتصاد افغانستان از سوی امارت اسلامی. دشمن در عرصه نظامی اونا شکست بردن، رفتن از افغانستان. خود در میدان سیاست و اقتصاد پروپاگاندا و استخبارات هنوز هم با ابروی ما در جنگ هستند. آغاز کار روی طرح بازگشایی مکاتب دخترانه در کشور. کله دغه طرح نهایي سوله تکمیل سو، نو بیا به ټولو نجونو ته اجازه ورکوي چې مکاتب خپل راس. در گذشت مریم نعیم، دختر ظاهرشاه در کابل. تقریبا یک 3 سال میشه که پس به افغانستان به خواهش خود تشریف آوردن، دیگه برای ما میبودن. افزایش میزان صادرات و واردات کشور و پرتاب پیشرفته ترین تلسکوپ جهان به فضا از سوی اداره ناسا. من بهرام امان میزبان شما هستم. شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه، گفته که امریکا در عرصه نظامی در افغانستان شکست خورده، اما هنوز هم در میدان سیاست و اقتصاد با افغانستان در جنگ قرار دارد. او از ایالات متحده می خواهد که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند. همزمان انس حقانی، عضو ارشد امارت اسلامی، می گوید که دنیا نمی خواهد افغانستان به خود کفایی برسد. شیرشاه رسولی جزئیات می دهد. نشست زیر نام پشتیبانی مردم از امارت اسلامی بر روز یکشنبه در غرب کابل برگزار شد. شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه، در این نشست جنگ امارت اسلامی در برابر امریکا و ناتو را در تاریخ بشریت بی‌نظیر می‌داند. دشمن در عرصه نظامی اونا شکست خوردن، رفتن از افغانستان. خود در میدان سیاست و اقتصاد پروپاگاندا و استخبارات هنوز هم با ابروی ما در جنگ هستند. این مقام بلندپایه امارت اسلامی، مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان از سوی ایالات متحده را یک اقدام ظالمانه خواند و از امریکا خواست که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند. بگذارند که افغانا نظام خود، حکومت خود و سیستم اقتصادی و سیاسی خود خودشان بسازند. دیکتیشن و قمانده دادن از دیگر جا هیچ وقت افغانا قبول نکرده و نه قبول خواهد کرد. استانکزی کمک های بشر دوستانه جهان برای افغانستان را بسنده نمی داند و می گوید که این کمک ها حتی 1% چالش های کنونی را حل کرده نمی تواند. از سوی هم انس حقانی، عضو ارشد امارت اسلامی، می گوید که دنیا نمی خواهد افغانستان به خود کفایی برسد. دنیا همیشه دا واری چه موگ دویتا محتاج و دوم رشای در کوی چه تا نمره و نجمنده ی موگ تاسی باید دی ملت دی پار خپل حسی وکو. مخ باید داغ نظام خپل تقوی کو، مخ خپل باید ترقی را منسکو. در همین حال شرکت کنندگان این نشست شرایط کرونی را فرصت طلایی برای همبستگی و صلح میان مردم دانسته و بر پایان جنگ و اتحاد میان شهروندان کشور تاکید میکنند. ما دیگه هیچ قدرت اجازه نمیدیم که به نام این و آن شیرازی وحدت ملی ما نظام اسلامی ما را بر هم بزنه. حکومتتان حکومت همه شمول، حکومت همه جانبه، حکومتی که بر محور عدالت قرار داشته باشد صورت میگیرد. در این نشست مقام های امارت اسلامی جلوگیری از تفرقه افکنی و اعتماد سازی میان اقوام کشور و نیز چگونگی سازش با جهان را از چالش های بزرگ در برابر امارت اسلامی خواندند. وزارت معارف گفته که بلاتای گوناگون در بیش از 20 ولایت کشور نتوانستند که دروازه مکتب ها را برای دختران دوره لیسه بازگشایی کنند. این نهاد تاکید می‌ورزد که با نهایی شدن طرح بازگشایی مکتب های دخترانه در سال آینده همه این مکتب ها بازگشایی خواهند شد. همزمان شمار از دانش آموزان دختر از حکومت و نهادهای جهانی می‌خواهند در زمینه فراگیری آموزش دختران در افغانستان توجه جدی کنند. مدینه مروت جزئیات می‌دهد. پرنیان دانش آموز صنف 8 است. او که تا اکنون اول نمره عمومی مکتب بوده، اکنون از آیندهش نگران است. امروز 100 روز از بسته شدن مکتب ما شده. طالبا تمام مکاتب برای دخترها بسته کردن. بارها امارت اسلامی به ما وعده کرده که درهای مکتب برای دختران باز می نماییم، اما عمل نکردند.
افزون به پایتخت در بیش از 20 ولایت دیگر نیست، دختران بالاتر از صنف ششم که بیش از 3 ماه می شود از رفتن به مکتب باز ماندن، می گویند بسته بودن مکتب ها بالای روح و روانشان تاثیرات منفی گذاشته است. سرنوشت ما معلوم نیست، ساکرای ما به سرنوشت باشیم و از ما از جامعه جهانی خوشمند دیم تو بالای امارت اسلامی فشار بیاورد که ما مطبعه برای طبقه اونا از باز کنند. اسلامی امارت نموخته نداره چی کنند که اینجور ما بیامون از کلاه که ترسو زکر نمینه برابرش. در این میان آموزگاران زن نیز میگویند که بسته ماندن مکتب ها آنان را نگران ساختند. معاشات ما بر وقت ما داده نمیشه، از معاشات ما کم شده. ما از جامعه جهانی خواهشمند هستیم که صدای ما را بشنوند. بدبخت اکثر دخترای جوان ما که آرزوهای بسیار زیاد در دلهایشان نیافته است، اینا با آرزوهای خود رسیده نمیتونه. هر کدام از جامعه فهم که به مقامهای بلند یا حوج تحصیلات خود برسه و متاسفانه امروز در گوشه خانه خود نشستند. اما مسئولان وزارت معارف میگویند که روی طرح بازگشایی مکتب ها کار جریان دارد. دغه طرح باندې کار شروع شوی دی، ان شاء الله موږ امید لرو چې دا به ژر نهایي شي. تر راتلونکي تعلیمي کال پورې به دغه نهایي شي. چې کله دغه طرح نهایي شول او تکمیل شو، نو بیا به ټولو نجونو ته اجازه ورکړل شي مکاتبو ته لاړ شي. زنها حق داره که تعلیم بکنن، در هر ساحه تعلیمی عصری را بکنن تا هر اندازه که خواسته باشن. خب عنعنات و کلتور ما با کشورهای غربی فرق میکنه. ما نمیتونیم که تعلیم را رواج بکنیم که در غرب است. هرچند با پایان سال تعلیمی 14% در برخی ولایت ها دختران دوره متوسطه و لیسه که از رفتن به مکتب بازمانده بودند با دریافت اطلاعنامه نتایج یک صنف ارتقا کردند. اما هنوز روشن نیست که با آغاز سال تعلیمی جدید این دختران اجازه رفتن به مکتب را خواهند داشت یا نه. در اصطوره واگذاری مدیریت میدانهای هوایی کشور، شمار از سرمایه گذاران و بازرگانان افغانستان از امارت اسلامی می خواهند تا مدیریت میدانهای هوایی کشور را به امارات متحده عربی واگذار کند. این سرمایه گذاران گفتند که مکنون 200 هزار باشنده کشور در امارات متحده عربی مصروف کارند و بازرگانان افغانستان در این کشور تا 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردند. رویترز گزارش داده است که ترکیه و قطر با امارات متحده عربی در گرفتن مدیریت میدان هوایی کابل و دیگر میدانهای هوایی کشور با هم رقابت دارند. در آستانه واگذاری مدیریت میدان هوایی کابل و دیگر میدانهای هوایی کشور، برخی از بازرگانان در بیرون از کشور ترجیح می دهند که قرارداد مدیریت میدان هوایی کابل به امارات متحده عربی واگذار شود. برای افغانهایی که زندگی می کنند بسیار مهم است. که این قرارداد باید برای امارات عربی داده شود، چون ما روزانه ای تو تاجرای است که صبح پرواز میکنن و شام چاش کابل میرن شب پس میرن. دیگه اگه این پرواز ها قطع شود بین امارات و افغانستان پرواز ها قطع شود برای زنا رفتامت هم مشکل میشن و این تاجرای ما که هستن اونجا در افغانستان شغل ایجاد کردن. بر بنیاد آمار شورای بازرگانان کشور در امارات، در حال حاضر بیش از 200 هزار افغان در این کشور مصروف کار بارند. زمونږ هیله او ارزو داده د اسلامی امارات نه چې د افغانستان د هوایی ډګرونو مسئولیت امارات ته ورکړي او په دې باندې د افغانستان د ترقی، د پرمختیا او د هوساینې لار هواره شي. شمار از آگاهان امور هوانوردی از امارت اسلامی می خواهند که با در نظر داشت منافع ملی کشور، قرارداد ارائه خدمات میدانهای هوایی کشور را به شرکت مناسب واگذار کند. انتخاب ترکیه و قطر که دو کشور در این میدانهای هوایی مستقر می شوند، این در حقیقت اول کاملا سیاسی است و امنیتی است و در حقیقت نوی نزدیکی قدرت های روسی و آسیای میانه و ناتو و آمریکا را و عربا را نشان میده. فکر میکنم که سنجیده شده است. با وجود که دبی از لحاظ اقتصادی برای ما بسیار خوب است. اداره هوانوردی ملکی میگوید که قرارداد میدانهای هوایی کشور با در نظر داشت منافع ملی با مشهورترین شرکت‌های هوانوردی امضا خواهد شد. قراردادهایی را که اداره هوانوردی ملکی در آینده با کمپانی های بین المللی امضا خواهد کرد، با در نظر داشت منافع ملی ما با مشهورترین کمپانی های بین المللی با قیمت های مناسب و خدمات استاندارد بین المللی عقد خواهد کرد.
خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته که ترکیه و قطر با امارت اسلامی درباره اداره میدانهای هوایی افغانستان به توافق رسیده و انتظار می رود این دو کشور میدان هوایی کابل و 4 میدان هوایی دیگر افغانستان را به گونه مشترک اداره کنند. تمیم شهیر گزارش می‌داد. اما در خبر دیگر، معین فنی تازه گماشته شده وزارت اقتصاد نهادهای مسئول حکومت پیشین را سبب بحران اقتصادی در کشور می‌داند. عبداللطیف نظری که روز شنبه به حیث معین فنی وزارت اقتصاد معرفی شد، امروز به گونه رسمی آغاز به کار کرد. مقام‌های امارت اسلامی گماشته شدن آقای نظری را گام مثبت در ایجاد حکومت مشمول می‌دانند و می‌گویند با تقرری وی از انتقادهای جامعه جهانی کاسته خواهد شد. فرشاد داریوش جزئیات می‌دهد. اینجا در وزارت اقتصاد مراسم معرفی عبداللطیف نظری معین فنی وزارت اقتصاد است. مقام های امارت اسلامی در این مراسم اوضاع اقتصادی کشور را نگران کننده می دانند و می گویند که با معرفی آقای نظری اوضاع اقتصادی کشور را به بهبود خواهد آمد. خلاهایی را که جامعه جهانی و یا ملت آگاهانه و یا غیر آگاهانه منصوب بسازه او را پر بکنه. موږ او تاسو د دغه هلته د اقتصاد وزارت اوس د دې وخت دی چې افغانستان د دې مشکل له هم موږ وژغورو. در همین حال معین تازه فنی وزارت اقتصاد از حکومت پیشین انتقاد می کند. آقای نظری اطمینان می دهد که می کشد تا کشور را از بحران اقتصادی نجات بدهد. اگر ما نگاه واقع بینانه و منصفانه داشته باشیم، نه نگاه سیاسی، بسیاری از اینا فساد گسترده‌ای که وجود داشت در حکومت پیشین باعث شد که میلیاردها دلار همه ما و شما شاهد بودیم که حیف و میل شد، بغارت رفت. سرپرست وزارت اقتصاد میگوید که این وزارت به افراد فنی نیاز دارد و میکوشد تا کسانی که به فساد مالی آلوده نباشند را در بخش‌های گوناگون این وزارت گماشته شوند. وقتی که ما در وزارت آمدم، قشر تحصیل کرده‌ای که مراجعه میکنند ماستری دارن در اقتصاد، لیسانس دارن در اقتصاد، بعضی حتی دکترا دارن. چون وزارت اقتصاد وزارت مسلکی است، ما کوشش میکنیم چنین شخصیت ها را به کار بگماریم، از استعداد از او، از تجربه از او ما استفاده بکنیم. عبداللطیف نظری فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقطع دکترا و اندیشمندان جوان و سیاستشناس افغانستان است. وی به مدت 10 سال است که در افغانستان سرگرم فعالیت‌های علمی و پژوهشی میباشد. برخی سرمایه‌گذاران کشور گفتند که به دلیل بلند بودن مالیه بر استخراج معادن علاقمند سرمایه‌گذاری در معادن کشور نیستند. مسئولان اتاق صنایع معادن با انتقاد از این تصمیم مقامات وزارت معادن و پترولیم میگویند افزایش مالیه بر شرکت‌های معدنکار سبب نابودی معادن و فرار معدنکاران خواهد شد. بنفشه بینش جزئیات می‌دهد. در این اواخر برخی از سرمایه گذاران کشور از بلند بودن رویالتی بر معادن کشور از سوی مقامات وزارت معادن و پترولیم اظهار نگرانی کرده و میگویند که با این وضع آنان حاضر به سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن افغانستان نخواهند بود. دغه کم د نفرایت و بولی چی روانه ده، نو زما په نظر او زما د تاجران و معدنکارانو په نظر مانی دغه بولی په صحیح توګه نه روانه. با این حال مسئولان اتاق صنایع و معادن میگوید این اقدام در کوتاه مدت درآمد این وزارت را افزایش میدهد، اما از سوی دیگر معادن کشور را به مرز نابودی میکشاند. البته ریالیتی ها در سایر موارد بلند رفته، برخلاف توقع ما، برخلاف توقع معدنکارا. و مثلا به شما مثال بگویم، ریالیتی تالک بود، سنگ صنعتی است یا شوکانه یا سنگ سفیدی که صنعتی در موارد متعدد داره، این ریالیتی بود در گذشته 6.5 افغانی فی تون، حالا این ریالیتی رفته به 2000 افغانی. این شما بسنجین تقریبا 3 برابر این ریالیتی بالا رفته. رئیس اجرایی اتاق صنایع و معادن میگوید که شماری از سرمایه گذاران خارجی به گونه دلخواه معادن کشور را انتخاب میکنند و در استخراج آن با وزارت معادن به تفاهم میرسند. اینمی ریالیتی از طرف امارات اسلامی تعیین نشده، ولی در پروسه داوطلبی آزاد اینمی نرخ از طرف شرکت داده شده. عدد متوسط باید در ریالیتی شکل متوسط نه پایین نه بلند تا نظر بگیره که بطوره که منافع هر دو سکتور یا سکتور خصوصی و دولت در نظر داشته باشه.
این در حالی است که سرمایه گذاران در بخش معادن به مقامهای امارت اسلامی پیشنهاد می کنند که در روند قرارداد معادن سنگهای قیمتی با کیفیت پایین، میانه و بزرگ را به گونه جداگانه به شرکتها واگذار کند. شاهدخت مریم نعیم، دختر ظاهرشاه شاه سابق کشور، در تپه مرجان کابل به خاک سپرده شد. گیتی رحیمی جزئیات می‌دهد. شاهدخت مریم دختر محمد ظاهرشاه آخرین شاه کشور بود. او که سالهای اخیر عمرش را در کابل سپری کرد، مدتی در بیمارستان زیر درمان بود و روز گذشته از اثر بیماری که داشت به عمر 86 سالگی درگذشت. بعد از کودتای 7 سال اونا امرای پدرم و انگلستان ماجر بودن و تقریبا یک 3 سال میشه که پس به افغانستان و خواهش خود تشریف آوردن دیگه امرای ما میبودن. در هنگامی که محمد ظاهرشاه زمام امور افغانستان را با عهده داشت، مریم پرستار بود و به خدمت به زنان افغانستان از این راه میپرداخت. تلاشاشان همیشه به خاطر ختم جنگ بود و کوشش میکردن که ما بعض خانم ها گفتمان داشته باشند و خانم ها را تشویق کنند و خانم ها به خانواده ایشان پیام ها را به طبقه ذکور برسانند تا دیگر در افغانستان خون ریزی نشه. محمد ظاهرشاه 2 دختر و 5 پسر داشت که شاهدخت مریم دومین فرزند خانواده اش بود که بیشتر عمرش را در خارج از کشور سپری کرد. از او 1 فرزند به جا مانده است. یو ډیر شش زو او د فقیرانو غریبانو سره ډیر صبر خورد کوي، د خلق سره کومکونه کوله. یو تقریبا د شپږ اتیاو کالو په عمر باندې و ډیر ښه شوه. شاهدخت مریم نعیم به روز 1 شنبه در تپه مرنجان کابل در نزدیک آرامگاه پدرش محمد ظاهرشاه که ملقب به بابای ملت بود به خاک سپرده شد. حال از خبرهای اقتصادی آگاه شوید. وزارت صنعت و تجارت از افزایش صادرات کشور در سال روان خورشیدی خبر می‌دهد. بر بنیاد آمارهای این وزارت، حجم صادرات امسال در حدود 1 میلیارد دلار گفته شده. آمنه حکیمی جزئیات می‌دهد. وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که امسال به ارزش نزدیک به 1 میلیارد دلار کالاهای کشور به بیرون صادر شده است، در حالی که سال پیش صادرات کشور به 800 میلیون دلار می‌رسید. 1 میلیارد و 50 میلیون تا 2 روز پیشتر بود که صادرات ما الحمدلله رسیده و ارقام بزرگ است الحمدلله. و تنها دمو روزهای تحولات یک ذره صادرات کم شد، بعد از او الحمدلله به حالت عادی صادرات ما جریان داره، هیچ کمی نیست. بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری، واردات کشور امسال کاهش یافته است. آمارهای این اتاق نشان می‌دهد که بازرگانان در 6 ماه اول سال مالی به ارزش بیشتر از 3 میلیارد دلار کالا از بیرون وارد کردند. واردات ما چون وضعیت در افغانستان برای شما معلوم است، مشکلات سیاسی به وجود آمدند در دور به آخر، خصوصا با 4 ماه 5 ماه که میشه نمی یکم واردات ما کم شده، تقاضا در مارکت کم بودند، سطح زندگی مردم، عواید مردم کم شده. تجار اولویت قرار بدن، تجارت حمایت بکنن و حمایت هم کردین و دیگه خواست ما است که باید توجه بکنن مشکلاتی که تاجر داره، باید صادرات با تمام کشورها یا گفتگو بکنن مشکل صادراتی که تنها ما با پاکستان باید صادرات نداشته باشیم، با کل دنیا داشته باشیم. افغانستان بیشتر کالاهای صادراتی به ویژه میوه، قالین، نباتهای طبی و سنگهای نیمه قیمتیش را به بیرون صادر می کند. از بهای ارزها هم بدانید. یک دلار امریکایی 103 افغانی و 50 پول، یک یورو 113 افغانی و 75 پول، یک درهم امارات 27 افغانی و 60 پول، 1000 کلدار هندی 1220 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 545 افغانی. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر 6. تا درود دیگر، بدرود.